ترانه را هنرمند جوان مرگ تاجیک کرامت الله قربان چند قبل از مرگش سروده است. مثل که فرجام فوجبار زندگی خود را احساس میکرد و این فرجام در تیر ماه سال 1992 اتفاق افتاد. دیدبانگاه دهه دهنه ناحیه یاوان در آن همین جا 18 اکتبر سال 1992 کرامت الله قربان و همراهان او و چند نفر دیگری که از دهه از یاوان او را همراهی میکردند ضمن بازگشت از یک توی به طور وحشیانه به قتل رسانیده شدند. با گذشت 25 سال از این حادثه تا هنوز جزئیات حادثه قتل کرامت الله قربان روشن نشده است، اگرچه تا حال سر و صداها در رابطه به این حادثه خیلی زیادند. در فاجعه قتل کرامت الله قربان و همراهانش تنها یک نفر کارمند فنی این گروه رستم علیموف از چنگال مرگ رها یافت. هم شتابون قتل سیدکا بود. اما جد وقتی که بایور فرو وردن های ماشین اوج فرو وردگیان پوست دار. وقتی که فرو وردن همونجا و با تکی سیدکا برامده رفتگی درون باغ رفتگی باغ داره در رفتگی هم خبر اگریخت رفتگی. رستم در همین حالتی که رقاصه فیغان میکنند همه خوش یادی تمام سلاح‌بدست‌ها که جانب همون میشد، همین وقت همین رستم مهندس صدا میگریزد. تفتیشات بعدی و نشانداد شاهدان واقعی مشخص کردند این قتل گروهی از سوی قماندان فرانت خلقی عبدالواسط صمدوف و همراهانش انجام شده است. محمد لطیف تقایف در آن روزهای سال 1992 کارمند شعبه امور داخلی ناحیه یاوان بود. همچون کارمند میلیسه ما در همینجا خیلی از طرف میلیسه ناحیه مسئول گذاشته بودن. وقتی که کرامتو آمد ما بابای بخوردیم و بابای گفتم و کس گفتم که تا ساعت پنج های پنج گفت که من دگاورم تا ساعت پنج های ممکن درجه چهار دا برام برم. اوای با شب نامد من با که دادرم تیر خوردگی بود من خونه رفتم ساعت پنج پاس سپوریدم و خونه رفتم. با بگویش تخمینا ساعت های پنج پنج نیم من رفته بایر آگاه کردم که کرامتو جان یک بلا که برو براو از ناحیه یوم برو که یک قسمی بچه ها پیدا شدن که ما این کرامتو رو خودمون گسیل میکنیم خودمون بخوریم میکنیم خودمون میگذارونیم بایر ایون. کرامت الله قربان را در آن روز اسلام بیگ نوروف معروف با لقب دهقان برای برگزاری توی دوستش خیرالله به دهه تاشاخور ناحیه یاوان آورده بود. توی تا ساعت 4 روز ادامه کرد. بعدن کرامت الله را برای توی سنتی فرزندان سلیمان سلطانوف به دهه سپوتنیک بردند و توی تا ساعت 10 شب ادامه کرد. در راه بازگشت صاحب توی سلیمان گروه کرامت الله را تا دیدبانگاه دهه دهنه گسیل کرد. اما گروهی سلاح به دست واسید که همگی مست بودند و چند پیش به این دیدبانگاه آمدند، کرامت الله و همراهانش در مجموع 12 نفر را بازداشت کردند. این قماندان سرمست در همین دیدبانگاه و همون لحظه به این گروه حکم صادر کرد که ما در این جو جنگ میکنیم شما در توی ها گشته اید و همه را به قتل رساند. همون شب خودشه در همین جو واقع شد روح دادگی. من هم خیلی همین صف مونده وای کردگیم، پراندگیم. بعدم برای نوپدید کردنی پای جنایت همه کشته شدگان را به ماشین بار کرده تقریبا 6 کیلومتر پایین تر در حوضهای پرتوبگاه کارخانه کیمیاوی یاوان انداختند. ماس از آن همین قمیشزار که در گذشته حوض پرتوبگاه مواد کیمیاوی کارخانه کیمیاوی یاوان بوده است، روز 20 اکتبر سال 1992 کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه یاوان جسد 6 نفر از جمله کرامت الله قربان، برادرش و 4 نفر دیگر رقاصه‌اش را هم پیدا کرده و خویشاوندانش سپردند. شاهدان عینی میگویند آنها جسدها را به واسطه کرته رقاصه که روی آب آمده بوده است پیدا کردند و اگر 2-3 روز دیگر دیر میکردند شاید از این حوضی پر از مواد کیمیاوی نمیتوانستند دیگر حتی جسد را پیدا کنند. جسد کرامت الله و همراهانش را به ناحیه رودکی به منزل پدری می آورند که قیامت برپای می خیزد.
مرده های وقتی آوردن همان حالت در نوارم هست، در سبت هست، این بگویم که فیغان تمامی، بگویم که تمام ملت تاجیک، تمام تاجیکستان بگویم که فیغان کرد. وقتی که ما به خانه بابایم آمدیم، علاقه در آنجا مردم زیاد جمع آمده بودن، چیزی که گفتیم من علاقه حس کرده بودم. البته برای من فرزند کلونی که بودم خیلی دشوار بود، خیلی و خیلی دشوار بود. من که 6 سال داشتم، علاقه حس کرده بودم که غم چیست و خواهرم، دادرم اونقدر عقلی پوره نداشتن، اونقدر نمیدونستن که پدر از عالم گذشته است و درد و غمش چیست. یک هفته پس از قتل کرامت الله و همراهانش، واسطه قماندان با دست قماندان نیروهای مخالف رضوان صادیرف کشته شد. شامی 18 اکتبر اشورمو احمد و پسرش را خانه دار میکرد. توی آنها آخرین بزمه بود که کرامت الله قربان شامی مرگش در آن هنر نمایی کرد. او میگوید این حادثه تا حال نیز خاطره او را آرام نمیگذارد. فاجعه مرگ سراینده محبوب به فاجعه زندگی این خانواده تبدیل یافت. هر تریزار که گاوزن به خدا به حرمتی نامی خدا بودک بچه ما که بگیری میکنیم پیش تریزار در بیرم باشیم که میگیم برای درده خمان باید تنگیم برای درده خمان این ای در همین کار یکی برای خرسندی آمده که چی دیدم و چی دیدم هر چان کی دویدم چی دیدم و چی دیدم هر چان کی دویدم از چشمه ای امسال از مرگ کرامت الله قربان 25 سال پر می شود. او را در 31 سالگیش کشتند. حالا سراینده های زیاده از شیوه خانیش وی پیروی می کنند. خود را شاگردی او می دانند. سال 1986 پسرش به دنیا آمد که او را به خاطر خواننده مشهور هندی محمد رافع نام گذاشت، با امید که زندگی هنری او را ادامه می دهد. از همون دیدار پدر که سیر نشده بودم و تا امروز شب و روز من سرهای پدر را گوش میکنم، در نوارها میبینم. شاید همون مهر باشد که من همون آرایش موی سر را همون چیکاری به زبان این روزا میگن همون استیلی طرز لباس پوشی پدر، طرز آوازخوانی اون کس را من به خود همچون ایدئال، همچون مکتب قبول کردم. مثال گل کنار هم قد کشیده کبوتر حالا از 3 فرزندی کرامت الله به جز محمد رافع دخترش نازیه نیز راهی پدر را انتخاب کرده است. هر سال برای گرامی داشت پدر در زادروز او محفل یادبود برگزار می کنند و ترانه های پدر را می خوانند. هر کسی بیفروخت و ما را من ندانم چی خرید به بهای بگذرد هزار بهای بگذرد هر کسی بیفروخت و ما را من ندانم چی خرید هر کسی بیفروخت و ما را من ندانم چی خرید دل بهایی بیگذرد هزار بهایی بگذرد